سلام، با آواز افغانستان خوش آمدین. جایی که فقط آواز مطرح است. هشت سوا کننده انوز هم در این نتیج بزرگ خواب آواز افغانستان شدن رو میبیند، اما تنها یک نفر میتونه آواز افغانستان شود و او را شما انتخاب میکنین. پس برای انتخاب بهترین آواز آماده باشین. بله دوستا، اینجا هست آواز افغانستان. حال تنها یک قدم تا آواز افغانستان شدن. مرحله یک قدم تا قهرمانی با آخرین مراحل خود نزدیک می شود و این شما هستید که تصمیم می گیرید کی آواز افغانستان باشد. هفته های گذشته یاوران در کنار آرای مردمی نیز سهم داشت و بهترین اعضای تیمشان را با بهترین اجرا به مراحل بعدی حفظ می کردند. اما حالا همه چیز به دست شماست. بله، اینجا آواز افغانستان است. بازم خوش آمدین دوستای عزیز. قصه که میفهمین مرحله یک قدم تا قهرمانی است و مرحله بسیار زیاد احساس شده. یک سلام خاص تقدیم میکنم به چهار یاور دوست داشتنی آواز افغانستان. قسمه که همیتون میفهمین امشب از یاور ما یک اشتراک کنندهش با آرای کم شما از برنامه خدافیزی میکنه و یک اشتراک کنندهش کاندیده چهار بهترین میشه. خب میخوایم کوتاه نظر یاور سایه بار داشته باشیم. ابتدا از آبای جان پرسال میکنیم. آبای جان، از شما فقط دو بهترین تان در برنامه مانده، سبحان ندایی و محمد ناصر سروری. شما چی تفاوت بین صدای سبحان و محمد ناصر سروری میبینین از دید خودتان؟ مردم کدامشان امشب در برنامه انتخاب کرده باشه؟ مردی شکنندیم زیاد دوست دارم. ویژگی های اردیشان دارن، قوت های را دارن و ضعیفی های را دارن، هر کدامشان به نوع خود. ناصر جان سروری بچه بسیار زحمتکش و پشتکار با ریاضت است، همیشه بسیار دقیق و دقت میکنه که درست بخونه و فقط کل فوکسش و دقتش سر درست خواندن است، سر موسیقی است. سبحان جان همه بچه زحمتکش است، بچه است که موسیقی مسلکی در پانزه اونرها درس میخونه، بچه بسیار مجرب است. کمی به تجربه گیری خود داره، در سر سیج همیشه چیزای مشکلات را داره که باعث میشه که همیشه در اجرای شکمه که ضعیفی به حساب بار میره، بخصوص مسئله فراموش کردن شعر، دست پاچه شدن به خاطر از اینکه شعر وقتی فراموش میشه، همیشه آدم متوجه به یاد آوردن شعر که وقتی میشه او سر اجرای دم سر تاثیر منفی میکنه. اما در پولیوز بچه زحمتکش است، تلاش خود میکنه، زیاد با ما بوده و کوشش کرده که به حساب گپای ما رو بشنوه. ما بر اردیشان آرزوی موفقیت میکنم و اردیشان انشالله که ظرفیت زیر دارن که آواز افغانستان شوند. بسیار تشکر، زنده باشین. حالا از قیس جان پرسان میکنیم. قیس جان، شما هم دو بهترین تانه دارین و احمد جویا و زبید سرود. از دید شما که یاورش هستین، از 16 بهترین تا حال همراهش کار کردین، از دید خودتان احمد جویا شایستگی زیر داره که پیش بره یا زبید سرود؟ والا هر دویشون بسیار مقبول میخوانه. من بباره زبید جان چند دقیقه صحبت میکنم. کسی است که البته در آواز افغانستان یگانه کسی است که هر نوع آهنگ خوانده، اگه پشتو بود یا آهنگ خوانده، اگه غزل بود، اگه پاپ بود، قزاقی بود، ازبکی بود. دیگر فکر نکنم هیچ اشتراکنده دواز افغانستان برابره که هر نوع آهنگ زبید خوانده ای خوانده. و احمد جویا همچنان یک آوازخوان خوب، آواز گرنگ، بسیار آواز چی میگنش ملایم، مرکی دار، با احساس، با شاش. دیگر هر کدام از اینا که به من فیلن رای ببرن و مردم برش رای بده، من خوش هستم از خاطر تیم من. تیم چی هستک؟ شیران هست. بسیار خ زنده باشین. تشکر. از آرینجان پرسان میکنیم. آرینا جان، از دید مردم شما با استادان مجیب الله سحاک و علی فولادی بسیار متاثر شدین و قسمی که تماشا کردین هفته قبل سلیمان کریمی بیشترین آرا را از آن خود کرده بود. امشب آرای مردم چگونه ارزیابی میکنین که سلیمان کریمی میتونه در برنامه باشه یا صدیق الله فرازی؟ از آرای مردم چیز گفتن نمیتونم به خاطر که حد زدن برام مشکل است. یگانه مشکلی که ما امرای سلیمان جان دارم که او را باید بگویم که مردم هم بفهمند که چی است. سلیمان جان همیشه خوب میخوانه، بسر میخوانه، هیچ نوع مشکلات در آهنگ خواندن نداره. یگانه مشکلی که ما امرای سلیمان جان دارم گلونش است. مثل که همه شما شاید هستین، سلیمان جان وقتی من تیم خود گرفتم، سلیمان گلون خود میگفت که گلون ما شیشته و این نسبت به هوای افغانستان است، کابل است ببخشین.
و هفته ها گذشت و ماه ها گذشت ولی گلون سلیمان جان جور نشد و این یک مسئله است که من حیث یاورش برای من قابل تشویش است. بخاطر من کسی هستم که او را پیشکش میکنم برای مردم افغانستان و اگر در مشکل در گلونش میباشه این کار درست نمیباشه. صرف یگانه دلیلی که ما همیشه خواستیم که یک کس دیگه باید پیش میرفت، یعنی لیاقت پیشرفت نداشت، ای بوده. و تا جایی که موضوع صدیق جان میرسم، صدیق کسی هست که به بسیار خوبی میتونه که مرا، ستایل مرا، قسمی که من میخوانم، تیم مرا، تمام چیز مرا به بسیار خوبی از من نمایندگی بکنه، از شخص خودم و از تیمم و از ستایلم. و کسی هست که مثل خودم که همیشه کوشش کردیم که هر نوع آهنگ از زندگی خود بخوانم، اگر پاپ بوده، اگر محلی بوده، اگر فولکلور بوده، هر چیز کوشش کردیم. اونم تو صدیقه. صدیقه هر نوع آهنگی که همیشه برش دادیم امتحانش کردیم، هر نوع آهنگ تونسته و بسیار خوبی اجرا بکنه، از غزل گرفته تا پاپ تا فولکلور تا هر چیز. و به نظر من یک پاپ استار، یک من میخوام یک پاپ استار به حساب پیشکش بکنم افغانستان و این هر نوع کوالیتی که یک پاپ استار باید داشته باشه، صدیق در وجود خود داره و من 100% اینو میتونم گارانتی بکنم. و دیگه ای که بسیار با احساس میخونه، بسیار با احساس میخونه، احساس صدیقه هیچ کس نداره. فقط اینمی فرقشان است و بازم ما چیزی که شد، چیزی که مردم تصمیم گرفت، طبعا در مقابل تصمیم مردم ما چیز گفتن نمیتونیم. ولی اگر آرزوی ما باشه، ما بسیار آرزو دارم که صدیق باید پیش بره، باید پیش بره، بخاطر سلیمان مشکل گلون داره. خب ببخشید آریانا جان، شما از لبلای گپایتان معلوم میشه که زیاد دوست دارید صدیق الله فرازی به مرحله 4 بهترین را پیدا کنه. اگر خدای نخواسته آرا بدلتان نباشه امشب و شما عکس عملتان چی خواهد بود؟ چیزی که در قلب من است بازوده اینجا است، بازده اینجا است، بیرون مبرای و همیشه امو واقعیت و صادقانه گپ میزنم. شاید جگرخون شوام زیاد ولی چی بگویم نمیفهمم، ولی بازم دیوینیم. تشکر شما زنده باشم دوستای عزیز. خراسان، خراسان با مثل دگر یاورا دو بهترین خود در برنامه داره، احسان الله و جاوید یوسفی. ببینیم که نظر خراسان چی است. خراسان شما چی فکر میکنین؟ جاوید لیاقتی داره که بچار بهترین را پیدا کنه یا احسان الله؟ من هر دویشان دوست دارم. احسان جان کست بسیار یک کرکتر آرام است و جاوید جان یک کمک شاد است. حتما روی هنر موسیقیشان تاثیر داره و شما میبینین که اکثرا آهنگایی که تا این مرحله اجرا شده احسان جان زیادتر آرام خوانده و جاوید جان آهنگای شاد خوانده. و دوستای عزیز، همو شروع برنامه که ما و شما قدم به قدم تا این مرحله رسیدیم، هر کدامتان بر ما گفتین که ای آهنگ شاد برای فلان اشتراک کننده بتین، ای آهنگ سلو را برای فلان اشتراک کننده بتین، ای آهنگ پشتو را برای فلان. ما همه خواهشات شما را برآورده ساختم، هانچی که گفتین، حتی گفتین که لباسهایشان، رنگهایشان همه را شما انتخاب کردین و معلوم دار که تا این مرحله قدم به قدم همراه نظیر خارا هستین. هر دویشان تاب از تاب، هر دویشان زیبا و مقبول میخونه، هر کدامشان که در فاینل برم افتخار میکنم. بسیار تشکر از چهارتان. بسیار تشکر دوستای عزیز. قبل از اینکه نخواستیم اشتراک کننده بیایه سرسیج آهنگ دوگانه براتان بخوانه، یک سر میزنیم به اتاق قاصدک ببینیم که عبدالله جان در چه حال. سلام عبدالله جان. سلام خدیجه جان و شبتان بخیر و سلام عرض میکنم به علاقمندان آواز افغانستان. اولین گروهی که میایه روی استیج و آهنگ دوگانه خود میخوانه گروه آریانا سعید است. بیاین بخیر. و یک از ویژگی هایی که امشب است، این دو اشتراک کننده با گیتار میخوانن و ببینیم که کدام آهنگ انتخاب کردن. سلام، شبتون بخیر. سلام، شب شما بخیر. خوب هستین؟ تشکر. و سلیمان کریمی چطور است؟ من سلام تقدیم دارم خدمت شما. کدام آهنگ امشب میخوانین که متفاوتر از شبهای دیگر است؟ یک آهنگ بسیار مقبول دوست داشتنی که از خود یاور ماست، آهنگ بیا بیا که بیا بیا که به سربازم هوای تو. بسیار کوتاه اردیتون زمزمه کنین و برین روی استیج که مردم و علاقمندان منتظر است. بیا بیا که ما سرباز هم هوای تو دارم، بر سر هوای تو دارم، با دل وفای تو دارم. برین موفق باشیم. تشکر بکنم از شما.
عبدالله جان از خودت تشکر. قسمه که شما گفتین اولین اشتراک کننده که میایه براتون برای ما آهنگ دوگانه اجرا میکنه از تیم آریانا جان است. به افتخار صدیق الله فرازی و سلیمان کریمی کف محکم بزنین. سر هوای تو دارم، بدل وفای تو دارم. بیا بیا که پسر باز، هم هوای تو دارم، پسر هوای تو دارم، بدل وفای تو دارم. دوگانی بسیار مقبول شدیدین و صدای صدیق الله فرازی و سلیمان کریمی ای که چگونه اجرا کرد و ای آهنگ از کی بود؟ چطور آریانا جان ای آهنگ برشان انتخاب کرده بود؟ از آریانا جان بشنیم. آهنگ دوگانه بود از ما و جاویدجان شریف. لطفا یک کف مکان برشان بزنین. یکی از هنرمندای محبوب مملکت ما هستن. البته اولین آهنگ بود که با می آهنگ ما به حساب در مارکت ما شما آمدم با همی آهنگ و بچه ها بسیار خوب اجرایش کردن. من خوش هستم. تشکر. زنده باشین. خانه صاحب، به خاطر که مرحله یک قدم تا قهرمانی بسیار زیاد اساس شده، یک قدم دیگه مونده به این که بخیر آواز افغانستان انتخاب شوه و از تمام یاورا خواهش میکنیم که کمندایشان وقتی که میتونم تو بازی بختار مردم هم بفهمن که کدام اشتراک کننده را باید انتخاب کنن. خب از دید شما صدیق الله فرازی و سلیمان کریمی امشب آهنگ دوگانه را چگونه اجرا کرد؟
صدیق الله و سلیمان جان ناهنگ خوب انتخاب شد برش، خوب اجرا کردن، خوب بود. تشکر، زنده باشه. قبل از اینکه دومین تیم براتون آهنگ دوگانه اجرا کنه یک وقفه کوتاه داریم. بازم خوش آمدین دوستای عزیز. امشب اعلان نتایج فراموش نکنین. دومین تیمی که میه براتون آهنگ دوگانه اجرا میکنه از تیم قیجان الفت است. احمد جویا و زبید سرود. زبید سرود کسی بود که هفته قبل بیشترین آرای شما را از آن خود کرده بود. اینکه امشب سرنوشت دو نفر چی میشه تصمیم شما هست. لحظات بعد تماشا خواهد کردیم. به افتخار احمد جویا و زبید سرود یک کف محکم بزنیم. روزم سیاه کند این است، آن که روزم سیاه کند این است، رحم کن بر دلم که مست این است، رحم کن بر دلم که مست این است. شیرین است سخن تلخ است و شیرین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن زیبا. از شما تشکر. آهنگ زیبای و اساس آهنگ شدیدید به صدای احمد، به صدای احمد جویا و زبید سرود. ای که امشب ای آهنگ چطور شد قیجان برشان انتخاب کردن؟ از قیجان مشنایم. خب مرحله کم زرگه که نزدیک به برندگی شده، قهرمانی شده. من خواستم که از بزرگوار سرتاج موسیقی، بابای موسیقی و افتخار استاد سرهنگ یک تشکر میکنه و خیلی افتخار مملکت ما بود. خواستم که از بزرگوار یاد شوه، یک آهنگش هم این گروپ ما بخوانه و البته آهنگ خواندن استاد سرهنگ گپ سادام نیست،
و آفرین به دو جوان میگم. بسیار مقبول، بسیار بساده و به بسیار مزداری مقبول خواندن اجرا کردن. سرایشان والا به بسیار خوش هستم، از سرایشان راضی هستم. بسیار بسیار خواندن، بسیار خوب خواندن و دیگه میبینیم معتل نتایج میباشیم که کدامش برنده بخیر میشه. بسیار تشکر، زنده باشین. بله دوستا، استاد سراهنگ افتخار مملکت ما بود و هست. به افتخارش یک کف محکم بزنیم. خب حالا از استاد عبید پرسان میکنیم. استاد عبید، از دید شما احمد جویا این آهنگ خوب مقبول اجرا کرد یا زبید سرود؟ اردوشان بسیار مقبول با هوا اجرا کردن. زیبایی جایی بود که بسیار ساده اجرا کردن، بدون زیاد مشکل و بدون مغلق‌کاری. خواندنش کار عادی نیست، کار هر کس نیست و زیبایی از در سادگیش است و بسیار خوب اجرا کردن، بسیار بی‌نقص بود. بسیار تشکر، زنده باشین. دوستان عزیز، یک سر میزنیم به اتاق قاصدک، میبینیم که عبدالله رامکی در چه حال است. سلام عبدالله جان، میشه بگوین سیومین تیمه که میایه برای ما آهنگ دوگانه اجرا میکنه کدام تیم است؟ تشکر میکنم از هموطنان عزیز و علاقمندان آواز افغانستان که تاییدم با برنامه آواز افغانستان هستند و ما در خدمت شما عزیزان قرار داریم. و گروه بعدی که میای روی استیج و آهنگ میخوانند گروه عبید جوینده نیست، بلکه گروه نظیر خارا است. بیاین بخیر. سلام و شبتون بخیر. سلام، شب شما و شب دوستا بخیر. شما همچنان بخیر. همچنان سلام خدمت تمام بینندگان تلویزیون تلویزیون، بخصوص علاقمندان پروگرام آواز افغانستان. تشکر میکنم. چی میگفتین در بین خود و کدام آهنگ در این هفته بر مردم میخوانین و گوشای مردم نوازش میتین؟ خب آهنگ دوگانه را که ما نظر گرفتیم از نواب نجمی است که تمرین میکنیم. ما ایسان جان میگه بخیر میخوانیم. برین حالا که مردم افغانستان و علاقمندان برنامه آواز افغانستان منتظر شماست. موفق باشین. تشکر میکنم از شما و باز هم ما در خدمت شما هستیم. سلام مجدد دوستا، امشب اعلان نتایج فراموش نکنین. یه خوشخبری که امشب یک میمان ویژه داریم که همگیتون به آوازش علاقمندی دارین، دوستش دارین. تا آخرین لحظاتش برنامه ما را تماشا کنین. سیومین تیمی که میآید براتون آهنگ دوگانه اجرا میکنه تیم نظیر جان خارا هست. به افتخار احسان الله دارا و جاوید یوسفی یک کف محکم بزنین. غمگینی چرا بس تو ایمانم بینی
آهنگ نواب نجیمی داشتید به صدای احسان و جاوید یوسفی، یکی چگونه اجرا کرد خارا سیب میگه. من بسیار خوشحال هستم، اجرای بسیار خوب کردم. خانشان آباد. بسیار تشکر، زنده باشن. قیجان، احسان بسیار مقبول آهنگ اجرا کرد یا جاوید یوسفی، کدامش هم تا صدای خوشتان آمد؟ خب آهنگ بسیار آهنگ شاد خوب بودک. البته به نگاه من احسان جان یک تک مس کردک، بلکل یک مصری انتره را، لیکن خوبی از جاوید جان بود که پس او را پیکاپ کرد. خوب تمرین داشتن، خود سر استیج من یک مقدار استرس می باشه. خب بازم بسیار مقبول اجرا کردن اردیشان. دوستان عزیز، امشب اعلان نتایج فراموش نکنین. میمان ویژی ما همچنان می براتون آهنگ میخوانه، اما قبل از اینکه آخرین تیم بیاید براتون آهنگ دوگانه اجرا کنه، یک وقفه کوتاه داریم. شما را دوباره خوش آمدید میگیم. آخرین تیمی که میاد براتون آهنگ دوگانه اجرا میکنه تیم عبیدجان جوینده است. اما قبل از او یک سر میزنیم به اتاق قاصدک، میبینیم که عبدالله رامکی چی گفتگو داره با تیم عبیدجان. زنده باشین. و ما با گروهی که امی لحظه در کنار ما هستن، گروه همه تان میشناسین که گروه عبیدجان جوینده است و ناصر جان و سبحان عزیز در کنار ما قرار داره. میپرسیم که امشب بر آخرین شب کدام آهنگ انتخاب کردن و کی بر آخرین شب میاد برنامه و کی میمونه با فاینال؟ از کی پرسن کنیم سوالا؟ از هر کدام پرسن میکنیم، مشکل نیست. بگو ناصر جان. والا امیال قلب ما دک دک میکنه، بسیار به تشویش هستیم چطور میشه. اما این آهنگ که امشب بخیر میخوانیم، یک آهنگ که پشتو است از استاد اول میر. به نظر کی در برنامه میمونه، کی خدافظی میکنه؟ والا گفتن نمیتونم، متا دیگه سبحان جان بسیار زیاد کمپاین کرده، بسیار زحمت کشیده، دیگه گفتن نمیتونم پیش از سبحان چی میگه؟ خب ما در مصاحبه خود همیشه گفتیم مردم عزیز ما برایم کمک کنن، بخاطر که من اسپانسر ندارم، کمپاین هم کردن نمیتونم. خب بنال این تصمیم مردم عزیز ماست که آیا ما توسط کمکشان پیش میرم نمیرم معلوم نیست. خب بیاین تا چند از این بعد خدیجه جان برتون اعلان میکنه که کی در برنامه میمونه و کی از برنامه حذف میشه. تشکر میکنم از شما، زنده باشین. عبدالله جان از خودت تشکر. قسم که عبدالله جان گفت، دوستای عزیز، آخرین تیمی که میاد براتون آهنگ دوگانه اجرا میکنه تیم عبیدجان جوینده است، سبحان ندایی و محمد ناصر سروری. به افتخار سبحان ندایی و محمد ناصر سروری. مجنون گیروان تر
گرم دا پرانده ملغلارو دا دو خو خوارگی زیبای استاد اول می داشتین به صدای محمد ناصر سروری و سبحان الندایی ای که چگونه هجرا کردن و بای جان برای ما میگن آهنگ بسیار زیبا دوست داشتنی خود ما است که بسیار ما همیشه دوست داشتیم و همیشه اجرا میکنم ای آهنگ من انتخاب کردم و خوشبختانه که ناصر جان و سبحان جان هم بسیار زد از تای دل ای آهنگ تانستن اجرا بکنن به افتخار ناصر جان و سبحان جان کف محکم دیگام لکن دوستای عزیز اعلان نتایج فراموش نکنین و همچنان میمان ویژیم و میه براتان آهنگ میخوانم و قبل از همه یک وقفه کوتاه داریم آواز افغانستان آواز افغانستان عبدالجان از خودت تشکر دوستای عزیز این ازال بلازه نزدیک میشیم به اعلان نتایج اشت بهترین در برنامه مانده از علیاور ما امشب یک اشتراک کنندهش با آرای کم شما از برنامه خداحافظی میکنه امشب اعلان نتایج فراموش نکنین اما قبل از او قسمی که برتان وعده کرده بودم یک میمان ویژه داریم میمان ویژه ما کسی هست که همگیتون آواز شبیه اندازه دوست دارین کسی بود که 17 سال از افغانستان دور زندگی کرده بود اولین بارش است که بعد از 17 سال در افغانستان آمده یک متن آهنگ شبتون میگم کیفی نه و برخ جانان برخ به افتخار آرون تنها یک کف محکم بزنین
بسته هستی ها دریا دریا لحظه های مستی ها خودت هستی که میفهمی دردت را Déjame perdonar que pajolón en tu rangina que te natame ya tas quinas déjame perdonar آنجا شما را خوش آمدید میگم به افغانستان بازم بسیار خوش آمدید تشکر از شما من هم سلام های خدا تقدیم تمام بینده هایی که تشریف دارن و تلویزیون بینده هایی که همین لحظه ما را از تلویزیون میبینن و داور های بسیار نازنین تقدیم میکنم تشکر از اینکه به برنامه ما آمدید یک جهان سپاس تشکر از شما زنده باشین تشکر از شما و از همه دوستایی که تشریف دارن تشکر سلامت باشین به افتخار آرون تنهای کف محکم بزنید قبل از همه یک وقفه کوتاه بازم خوش آمدین دوستای عزیز اعلان نتایج است مطمئن هستم که همه تان بی صبرانه منتظر هستین که اعلان نتایج اشتراک کننده ها را ببینین خب سرنوشت اشتراک کننده های ما امشب معلوم میشه شما انتخاب کردین که کیها از علیاور ما دو بهترینش برای شما رفته بود کی در برنامه باقی بانه و کی با آرای کم شما استیج آواز افغانستان ترک کنه ما فعلا 8 بهترین در برنامه داریم که یک نفرش از علیاور ما با آرای کم شما استیج آواز افغانستان ترک میکنه شما را زیاد منتظر نمیمونم ابتدا از تیم آبای جان شروع میکنیم دوستای عزیز سبحان ندایی و محمد ناصر سروری محمد ناصر سروری کسی بود که هفته قبل توسط یاورش حفظ شد اما سبحان ندایی کسی بود که با آرای بلند شما در برنامه باقی ماند امشب سرنوشت سبحان ندایی و محمد ناصر سروری را شما تعیین کردین چه فکر میکنین دوستا محمد ناصر سروری امشب در برنامه باقی میمانه یا سبحان ندایی ناصر سروری کسی است که همیشه آهنگای زیبا براتون میخونه و یاورش همیشه تاییدش میکنه که محمد ناصر سروری لیاقتی داره که کاندید آواز افغانستان باشه. در مورد سبحان ندایی چی نظر دارین؟ سبحان ندایی کسی است که آرای بلند شما را به دست آورده و شما دوستش دارین. امشب سبحان ندایی میتونه در برنامه باقی بمونه یا محمد ناصر سروری؟ ما به تصمیم شما احترام داریم ای که محمد ناصر سروری در برنامه باقی بانه یا سبحان ندایی می خواهیم دوستای عزیز به یک صدا بشنوم محمد ناصر سروری در برنامه باقی میمانه یا سبحان ندایی کسی که امشب بیشترین آرای مردمی را از آن خود کرده در برنامه آواز افغانستان باقی میمانه او است؟ افتخار سبحان ندایی تشکر از شما اما ناصر سروری بسیار متاسف هستیم تقدیم میکنم خدمت تمام مردم عزیز همچنان حاضرین در تالار ما از یاور نازنین خود بسیار سپاسگزار هستم که دو بار سه بار مرا سیف کرد و دمی طول سه ماه دو ماه همراه ما بسیار محبت کرده ما از یاور خود بسیار راضی هستم و بسیار یک شخصیت عالی است. از همتان بسیار زیاد تشکر. تشکر. دومین تیم که میایه اعلان نتایجش تماشا میکنین تیم قیزجان الفت است. تیم قیزجان
جوبیر جان و الفت هم از مجموعه 16 نفریش دو بهترینش در برنامه مانده، احمد جویا و زبید سرود. ای که امشب کدامش از برنامه با آرای کم شما خدا افیزی میکنند، تصمیم شما هست. چه فکر میکنین؟ احمد جویا تانسته آرای بلند شما را به دست بیاره؟ زبید سرود کسی است که افتیر قبل بیشترین آرای شما را داشت. آیا امشب هم برش رای داده؟ از بین این دو نفر امشب یکش با کمترین آرا استیج آواز افغانستان را ترک میکنه. میفهمین او کی است؟ کسی را که شما به اندازه دوست دارین، بیشترین آرای شما را از آن خود کرده، امشب در برنامه آواز افغانستان باقی میمانه. میخواین بفهمین کی است؟ افتخار زبید سرود. زبید جان تبریک و افتخار محفظ هستید. احمد جویا برای بیشتر نتشکر. زبید جان خودت میتونی بری. دوستان تصمیم شما هست. شما انتخاب کردین که کی در برنامه باقی بانه و کی از برنامه با دل پر خداحافظی کنه. میخواییم گپای احمد جان و جویا را بشنویم که امیل ازا چی احساس دارن. من یک تشکری میکنم از یاورای محترم، خصوصاً یاور خودم استاد قیس الفت که به اندازه سر ما زحمت کشیدند در طول سه ماه به میستر یمی استیج که حال ما استاد هستیم. از برکت استاد ماست و استادای محترم دیگه که همیشه ما را تشویق کردن، از برکت زیاد که ما در این مقام رسیدیم. ما بسیار از تمامشان تشکر میکنم. تیم بعدی که میایه اعلان نتایجش را تماشا میکنین تیم خراسان است. بله دوستان، تیم خراسان هم از مجموعه 16 نفرش فقط دو نفرش فعلا در کنارم است. جاوید یوسفی و احسان الله داراب. احسان الله داراب کسی بود که هفته قبل توسط یاورش حفظ شد. جاوید یوسفی با بلندترین آرای شما در برنامه آمد. چه فکر میکنین امشب سرنوشت این دو نفر چی خواهد بود؟ امشب شما به کی رای دادین؟ به جاوید یوسفی؟ و یا احسان الله داراب؟ جاوید یوسفی کسی است که بسیار آهنگای ازارگیر زیبا اجرا میکنه. امشب هم برش رای دادین؟ دوستان مرحله بسیار اساس است. تصمیم شما هست که کی را شما انتخاب کردین. خب شما انتخاب کردین دیگه. کسی که امشب بیشترین آرای شما را به دست آورده و کسی که به مرحله نهایی را پیدا میکنه، جاوید یوسفی است. یک تشکری خاص از یاور عزیزم میکنم که در میتوله دونی ما سه ما بسیار همراه ما کمک کردن تا این مرحله را هم که رسیدیم. بسیار جای افتخار است برم و مقصد ما است که بخیر از تیم استاد نظیر خارا یک نفر آواز افغانستان شد. تشکر از شما. زنده باشین. بله دوستا، آخرین تیمی که میایه اعلان نتایجش را تماشا میکنین تیم آریانا جان است. دوستای عزیز، تیم آریانا جان هم از مجموعه 16 نفریش فقط دو نفرش فعلا در کنارم است. سلیمان کریمی و صدیق الله فرازی. همیتون در جریان هستین. صدیق الله فرازی کسی است که یاورش به اندازه آوازش دوست داره و دوست هم داره که در کاندید چهار بهترین باشه. اما سلیمان کریمی کسی است که همیشه بیشترین آرای شما را داشته. امشب سرنوشت این دو نفر چگونه خواهد بود؟ دوستان به سلیمان کریمی باز هم رای دادین؟ صدیق الله فرازی شد تو؟ امشب کسی که بیشترین آرا را از آن خود کرده در برنامه باقی میمانم. میفهمین کی است؟ کسی که امشب بیشترین آرای شما را از آن خود کرده در برنامه آواز افغانستان باقی میمانه، او کسی نیست بجز از صدیق الله فرازی. صدیق الله تبریک باشم. سلیمان جان
تبریک باشه. سلیمان جان، برای خودت بسیار متاسف هستیم. آرای مردمی هست، چیزی که مردم تصمیم گرفت. اگر در آخر چیز گفتنی داری بفرمایید. خب جا داره که از هر چهار یاور محترم تشکر کنم. تقریبا پنج ماه شیش ماه میشه که زحمت کشیدیم واقعا، و ما به اندازه که میخواستم پیش رفتم، واقعیت شهرتی که ما میخواستم به دست آوردم و به نزدیکترین فرصت شاید یک ماه بعد از برنامه کلپ عمر میتونیم از تلویزیون مشاهده کنیم. تشکر و تشکری میکنم از تمام مردم، مردم افغانستان که تا به این قسمت به ما رای دادم، واقعا لطف نمیدم. تشکر از همه. از شما تشکر. بله دوستا، این بود برنامه امشب ما که تقدیمتان شد. تا فردا شب که باز هم میمان خانه هایتان میشیم، همه تان بلدای و پاک و بی همتا مسپاریم. شاید موفق و کامیاب باشیم.